بسم الله الرحمن الرحیم. مورخ 8 دی ماه 1396. موضوع: اجرای عدالت و طلب حق. به حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای سید علی خامنه ای، با سلام. احتراماً با توجه به فرارسیدن دومین سالگرد اخراجم از ایران در مورخ 13 دی ماه، فرصت را مقتنم شمرده و خواهشمند است بنابر موضوعات موثق ذیل، دستور سریع جهت احیای حق و اجرای عدالت الهی را صادر فرمایید. الف. همان گونه که مستحضری در پرونده دوربین دید در شب آمریکا، بنده نه تنها هیچ نقشی جز یک مترجم در جلسه وین نداشتم، بلکه محمود سیف پیشین که با تغییر هویت قانوناً به محسن سجادی‌نیای فعلی تبدیل شد، در نهایت ناجوانمردی با سوء استفاده از این جانب که زمانی همسرش بودم، 8 سال زندگی بنده و 2 دختر یتیمم را به ناحق به آتش کشید. پس از بازگشت از 5 سال زندان در آمریکا، نه تنها وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از این جانب تعهد گرفت که بر علیه ایشان شکایت نکنم، بلکه تا همین سال گذشته نیز ایشان عزیز دردانه سپاه جمهوری اسلامی بودند. و اکنون نیز فقط برای بستن پرونده اختلاس 13000 میلیارد تومانی جناب مهدادی و برخی دیگر از سران اقتصادی و امنیتی سپاه در پرانتز هلدینگ سیاس پرانتز بسته میشه، در زندان به سر میبرن. اکنون بنده حضرت عالی جناب سید مجتبی خامنه ای، جناب حسین طائب، جناب محسن رضایی و جناب محمد باقر قالیباف، همگی میدانیم محمود سیف یا همان محسن سجادی‌نیا مأمور خرید انواع تسهیلات نظامی برای سپاه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود. این جانب ناخودآگاه و بدون داشتن هیچ اطلاعاتی و یا هیچ گونه همکاری با هیچ دولت یا حکومتی ناخواسته و فقط طی یک ازدواج، یک به عنوان طعمه در دام ایشان افتادم و تا کنون فقط الله نگهدارم بوده است. لذا چه کسی غیر از شما و چگونه میتواند حق پایمال شده این جانب و فرزندانم را در این خصوص احیا کند؟ ب. پس از آزادی و به توصیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و به دلیل عدم عملی شدن تهدید سپری کردن عمر باقی مانده در زندان اوین، 2 سالی مشغول فعالیت در شبکه پرستیدی بودم که پس از انتصاب جناب آقای دکتر سرفراز از سوی شخص شما به ریاست سازمان صدا و سیما، ایشان بنده را به عنوان بازرس ویژه خود جهت بررسی وجود فساد مالی در آن سازمان انتخاب نمودند. نتیجه تحقیقات بنده ختم به کشف فسادهای مالی شد که پس از اقدام شکایت دکتر سرفراز از متخلفین، حمله های گوناگونی به ایشان آغاز و در نهایت این جانب توسط معاونین جناب آقای حسین طائب به دستور جناب سید مجتبی خامنه ای با انواع تهمت هایی از قبیل جاسوسی برای آمریکا و فساد اخلاقی به ناحق از ایران خارج شدند. به نوعی که حتی در زمان احتضار پدرم، جناب طائب در پاسخ به درخواست دکتر سرفراز در خصوص صدور مجوز ورود برای این جانب و وداع با پدرم فرموده بودند آمدنش مشکلی ندارد، ولی هیچ ضمانتی برای عدم دستگیری نیست. این مهم که حضرت عالی به کرات سخنان خود را تغییر می دهید و مستاقاً دکتر سرفراز را تا قبل از نشان دادن عکس‌العمل برای جلوگیری از فساد مالی تایید می فرمودید، ولی بعد از آن با استعفای ایشان موافقت نمودید، مبحثی است بین شما، ایشان و امثال هم. مشخصاً بنده یک بار کل زندگیم را بر سر پرونده محمود سیف در آمریکا از دست دادم و بار دیگر طی گذشت 3 سال از آزادی با اخراج از کشور. لذا چه کسی غیر از شما و چگونه میتواند مجدداً
حق پایمال شده این جانب و فرزندانم را در این زمینه احیا کند. جیم، در زمان حضورم در ایران به کرات و به طرق مختلف تقاضای ملاقات با شما را داشتم که عاقبت ختم به ملاقات مورخ 9 اردیبهشت 1394 بنده با آقازاده شما جناب سید مجتبی خامنه‌ای در محل بیت رهبری شد. از همون ملاقات بر بنده محرز شد که اجمالاً تصمیم گیری های حضرت عالی بر اساس گزارشات تولیدی ایشان است. این جانب تنها شخصی نیستم که سالهای عنفوان جوانیم به ناحق بر پایه بی‌عدالتی حاکم در جمهوری اسلامی ایران برباد رفته است. میلیون‌ها ایرانی دیگر هم به نوبه خود این دردها را تحمل کردند. ولی ظاهراً تا مادامی که مملکت تحت کنترل جناب سید مجتبی خامنه‌ای و جناب حسین طائب است، هر روز خون بیشتری ریخته شده و بیگناهان و مظلومان بیشتری در بندها اسیر می‌گردند. لذا چه کسی غیر از شما و چگونه میتواند حق پایمال شده این جانب و فرزندانم و کل ملت مظلوم ایران را احیا کند؟ دال، پس از مرگ جناب آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، ارتباطات پشت پرده ایشان و یارانشان با آمریکا و عربستان گسیخته شد. آمریکا و یارانش همصدا علیه سپاه و جمهوری اسلامی ایران شدند و پس از ناامیدی از ایجاد ارتباط با دست نشانده های ایشان، ایران را تهدید به جنگ کردند. چرا که در زمان حیات جناب رفسنجانی، انواع و اقسام اسناد و مدارک موثق از طریق نهادهای جاسوسی ایشان به دست دشمنانتان رسیده بود. مصداقش آنچه در زمان زندان بنده دولت آمریکا می‌خواست بر اساسش بر علیه محمود سیف و ایران شهادت دهم تا در قبالش پاسپورت آمریکایی اخذ کنم. لذا چرا به جای ادامه جنگ‌های نیابتی و صرف بودجه ملت و مملکت برای به اصطلاح حفظ مرزها، این همه ثروت مملکت را هزینه احیای حق و برپا کردن عدالت الهی نکردید و نمی‌کنید؟ در پایان بهای جان انسان‌ها قابل ارزش‌گذاری مادی نمی‌باشد و خواهشمند است با دستور خلع قدرت از دستان جناب سید مجتبی خامنه‌ای و یارانش در اسرع وقت از ریخته شدن یک قطره دیگر از خون هم نوعان و هموطنانم در داخل و خارج از ایران جلوگیری فرمایید. چرا که دست الله بر دست همگان حاکم است. با احترام، شهرزاد میرقلی خان، مورخ 29/12/2017، امضا در 3 برگ از طریق آقای دکتر سرافراز، خدمت فکر میکنم یکی دیگه از پسران حضرت عالی ارسال شد که دیگه چون دیدم که یه 15 روزی گذشت هیچ خبری نشد، هیچ اتفاقی نیفتاد، گفتم به جای اینکه شما زحمت بکشین عینکی بر چشم بزنین مجبور بشین این نامه رو مطالعه کنین، همین جوری با صدای خودم خونده باشم گوش بدین. شاید که فرصت رو مقتنم شمردید و تا قبل از 22 بهمن یعنی دهه فجر یه حرکتی جهت احیای حق من، فرزندانم، میلیون ها زن ایرانی دیگر و میلیون ها ایرانی دیگه، حالا زن و مرد و بچه و جوان، انجام دادیم. جناب آقای سید علی خامنه‌ای، رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران، کلید برای حسن خان ساخته نشده، کلید دست بوس شماست و هیچ کس غیر از شما یه همچین دستوری نمیتونه بده. اگر شما یه همچین دستوری دادین، یه موقع گجت ویژه خواستین که در عرض 3 ماه تمام پرونده های فساد مالی از خود بیتتون در آورد و دستی تقدیم حضور کرد تا اون پایین ها در خدمت گذاری حاضره. و من الله هر آنچه که الله شاهد اعمال شماست و باید 2 دستی تقدیم حضورتون کنه. خدا نگهدار.